محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز سهشنبه پنج مرداد به سوریه رفت و با همتای سوریه خود در دمشق دیدار کرد به گزارش سایت تسلیم نزدیک به سپاه قالیباف در این دیدار ابراز امیدواری کرده که توافق نامه جامعه همکاری های بین ایران و سوریه تصویب شود. به گفته ی قالیباف، توافقنامه جامع جامعه می تواند زمین ساز فعالیت هرچه بهتر بخش های خصوصی و دولتی در دوران پساجنگ و باسازی سوریه و استفاده از منافع اقتصادی و تجاری بین دو کشور شود. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت امروز آغاز دوره ساخت و ساز و حرکت اقتصادی در سوریه است. معاون وزیر راه و شهرسازی ایران هم پیشتر گفته بود در صورت برطرف شدن مشکلات انتقال پول ایران میتواند در زمینه ساخت مسکن در سوریه بیرقیب باشد. محمود محمودزاده اوایل تیر گفت با توجه به خرابی های گسترده ناشی از جنگ در سوریه ظرفیت احداث دست کم دیویز هزار واحد مسکونی در سوریه وجود دارد و برای ساخت مسکن در سوریه بین کشورهای منطقه بیرقیب هستیم. ایران آزر ماه 98 در تفاهم ای که به امضای وزیران راه و شهرسازی ایران و مسکن سوریه رسید متحد شد که در سوریه سی هزار واحد مسکونی بسازد. با این حال معاون وزیر راه و شهرسازی ایران این عدد را نوعی سمبول دانسته و گفته است که ایران میتواند تا دیویز هزار واحد مسکونی در سوریه احداث کند. غالیباف ساعتی پیش از آن که به سوریه برود در نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان شرکت کرد و گفت با توجه به کمکاری ها و سوء مدیریت ها در خوزستان او به عنوان یک انقلابی هیچ پاسخی برای مردم استان ندارد. رئیس مجلس از بروکراسی اداری برای تأمین اعتبار به منظور حل بخشی از مشکلات تنش آبی در خوزستان انتقاد کرد و گفت از شهریور سال گذشته می دانستیم که 740 روستای خوزستان دچار تنش و بحران آب هستند. اما با برنامه و تصمیمات درست می توانستیم تا تابستان امسال با کمترین هزینه بسیاری از این مشکلات را برطرف کنیم. ولی امروز با هزینه دو چندان باید این بحران را حل کنیم. اعتراضات گسترده در ایران که در پی بیابی در چندین شهر خوزستان آغاز شد و پس از چند روز به استانهای لورستان، اصفهان، آذربایجان شرقی و اردبیل کشیده شد، با گسترده تر شدن در مناطق دیگری از کشور شامگاه دوشنبه برای دوازدهمی شب پیاپی در استانهای تهران البرز و کرمانشاه ادامه یافت در اعتراضات روزهای گذشته چندین تن از جمله در خوزستان و لورستان کشته و بسیاری نیز در شهرهای مختلف بازداشت شدند عبدالرزا داوری درباره تصمیمات احمدی نژاد پیرامون صد گتوند و پافشاری پور محمدی برای مقابله با آن افشاگری کرد. اوضاع خوزستان خوب نیست و بحران آب و غیره مردم را به تنگ آورده است. ترجیبند همه ی واکنش ها به این مسئله نیز گلایه از سوء مدیریت است. سوء مدیریتی که اگرچه برخی مایل هستند صرفاً به دولت روحانی نسبت دهند اما از خیلی پیش از آن کلید خورده است آنچه این روزها درباره تصمیمات غلط محمود احمدی نژاد درباره صد گتوند میخوانیم و میشنویم نیز در پی اثبات همین موضوع است به گزارش نامنیوز، نیوز نکته قابل توجه و تأمل اما آن است که مخالفان امروز و دیروز احمدی نژاد تنها کسانی نیستند که او را مقصر یا حداقل یکی از مقصران شرایط امروز خوزستان میدانند شاهدش همین توییت عبدالرزا داوری که نوشته مصطفی پور محمدی رئیس وقت سازمان بازرسی در سال 91 بر مبنای سیانت از حقوق عامه در برابر تصمیمات جاهلانه و غیر کارشناسی احمدی نژاد در باره صد گتوند ایستاد گزارش را گوش کنید تا دریابید چگونه احمدی نژاد با تعصبات بیهوده خوزستان را وارد بحران امروزش کرد گزارشی که داوری به توییت خود زمیمه کرده به جای خود اما خوب است نگاهی هم به حرف و عدله پور محمدی یعنی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در آن زمان داشته باشیم او با اشاره به صرف دو میلیارد تومان اعتبار برای ساخت سد گتوند و همچنین کار صدها متخصص در سه دولت بر روی این سد و عدم توجه آنها به مشکلاتی که سد ایجاد می کند گفته بود در سازمان بازرسی کل کشور با کارشناسی هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که نمیتوان با شرایط حاضر صد به فعالیت ادامه دهد و من با مد نظر قرار دادن قانون و کار کارشناسی این تصمیم را ابلاغ کرده ایم و پایان هم ایستاده ایم. پور محمدی با ذکر اقدامات سازمان بازرسی کل کشور پس از ابلاغ این تصمیم گفت 600 هزار از عراضی زیر کشت در این مناطق وجود دارد که با چند بار آبیاری شدن با آب شور تبدیل به نمکزار می شود و ما این مسئله را به وزارت جهاد کشاورزی گزارش دادیم که یا باید در این فصل آبی صد را تخلیه کنند یا باید فکری به حال کشاورزی منطقه کنند. حالا چند سال گذشته و معلوم شده که چه کسی واقعا نگاه کارشناسی و دقدقه مردم داشت؟ کاش اما ایان شدن این مطلب با این همه درد و رنج و مردم همراه نمیشد. باز هم داستان ارز دیجیتال در حالی که اکثر شهرهای ایران دچار کمبود و قطعی برق است معاون فنی گمرک ایران میگوید از سال 99 تا کنون 11 میلیون دلار برای واردات رسمی ماینرهای استخراج رمز ارز توسط بانک مرکزی تأمین ارز شده است و ماینرها بدون هرگونه ممنوعیتی و حتی با ثبت سفارش از وزارت صنعت معدن و تجارت و تایید منشاء ارز از سوی بانک مرکزی به کشور وارد می شود. آقازاده ها در حال خرید ماینر هستند. سپاس از اینکه کانال زندگی ایدئال رو انتخاب کردین فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید پیروز باشید تند و تندرست